سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون، این بار در مورد مریم حیدرزاده، شاعر و ترانه‌سرای دوست داشتنی کشورمون. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو رو از دست ندید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش هم از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. مریم حیدرزاده متولد 29 آبان 1356 در تهران، شاعر، ترانه‌سرا و نقاش است. او از میانه دهه 70 کار خودش رو به عنوان ترانه‌سرا آغاز کرد و در همین دهه بود که نخستین کتابش رو به چاپ رسوند. از همان زمان تا به امروز به عنوان ترانه‌سرا با بسیاری از چهره‌های موسیقی پاپ همکاری داشته. مریم حیدرزاده از میانه دهه 80 با ممنوعیت انتشار آثارش در ایران مواجه شد و به تازگی بعد از گذشت یک دهه مجوز مجموعی از او با نام تو را در حضور همه دوست دارم صادر شد. مریم حیدرزاده فارغ التحصیل لیسانس رشته حقوق قضایی از دانشگاه تهران می باشد که در کودکی با یک اشتباه پزشکی نابینا شد، اما با نویسندگی شروع کرد و حالا ترانه می سراید. پدر او بازنشسته ارتش و مادرش سابقا کارمند بوده. او یک برادر و دو خواهر به نامهای نرگس و مرضیه دارد و در حال حاضر ساکن سعادت آباد تهران است. او در مصاحبه‌ای گفته: 3.5 ساله بودم که همه دنیا رو مثل شماها می دیدم که متاسفانه چشمانم آب مروارید بود. با اینکه به یک چشم پزشک پروفسور مراجعه کردیم، اما در عمل جراحی اعصاب پشت چشمم قطع شد تا ارتباط شبکیه با مغز از بین بره و من نابینا بشم. پزشک من پروفسور محمد صادق‌زاده اسکویی بود که فردای عمل جراحیم به آمریکا پرواز کرد و رفت. او بعدها متوجه نابینایی من شد و فقط گفت که متاسفم. وقتی بچه بودم می دیدم. این رو دقیق به یاد میارم. حتی یاد دارم که پلنگ صورتی رو با عینک ذره‌بینی می دیدم و اون رو به خوبی به یاد دارم. از تصاویر دیگری که در ذهنم دارم، رنگ قرمز دستگل عروسی خالم است. پس رنگ‌ها در ذهن من تعریف دارن. در حقیقت مشکل چشم من جز آب مروارید چیز دیگری نبود. من از 1.5 سالگی تا 3.5 سالگی در این 2 سال 3 بار چشمام رو جراحی کردم. اما داستان حسرت نقاشی به جای دورتر برمیگرده. به روزهای 3.5 سالگیم که یکی از دوستان پدرم برای من از کیش یک بسته آبرنگ هدیه آورده بود. اون موقع خیلی ذوق و شوق داشتم که آبرنگ رو باز کنم و با اون نقاشی کنم. اما اون عمل جراحی. بعد از عمل جراحی حسرت نقاشی با من موند. قد کشید و بزرگ شد. هیچ چیزی هم اون جای خالی رو پر نکرد. اون حسرت همیشه همراهم بود و همیشه هم از این حسرت گفتم. تا اینکه 8 سال پیش استادی به هم گفت که به جای اینکه مدام از حسرت نقاشی بگی، شروع کن و نقاشی بکش. و اینطور شد که آن کودک 3 ساله بعد از چند سال حسرت بالاخره بسته آبرنگش رو به دست گرفت. از 3 سالگی نقاشی کردن رو دوست داشتم و از 4 سالگی هم گفته هایم رو قافیه بندی می کردم و سعی داشتم به شکل آهنگینی سخن بگم. آغاز دوران شعرگویی من به 8 سالگی برمی گرده که در اون زمان اشعار کودکانه می سرودم. نادر کاشانی یکی از تهیه کنندگان قدیمی تلویزیون اولین کسی بود که به قوت قلم خانم حیدرزاده ایمان آورد و او را برای پاسخ دادن به نامه‌های برنامه شب‌های تابستان به تلویزیون آورد و باعث شد که استعدادهای مریم شناخته بشه. مریم حیدرزاده بعداً در یک برنامه دیگر به نام تراوت به تهیه کنندگی کاشانی حضور یافت و او این بار در قامت یک مجری ظاهر شد و اجرای بخش عربی تراوت را بر عهده داشت. اولین مجموعه شعر مریم حیدرزاده به نام پروانه‌ات خواهم ماند در اردیبهشت سال 77 وقتی 21 ساله بود به همت نادر کاشانی به چاپ و نشر رسید. او در این باره گفته: ترانه نفرین محصول یک شکست عشقی وحشتناکی بود که داشتم. این ترانه برآمده از اتفاقاتی کاملا شخصی بود که در سال 79 برای من رخ داد. این کمترین کاری بود که بعد از یک شکست وحشتناک از دستم برمی اومد. البته مهم نیست. الان خوشحالم. در کتاب اخیرم هم نوشتم که از همه کسانی که از زندگیم رفتن متشکرم. چون اگر نمی رفتن، اون کسی که بنا بود بیاد نمی اومد.
این ترانه با صدای محسن چاوشی که در آن زمان به صورت زیرزمینی فعالیت میکرد منتشر شد. بعد از اون آلبوم مثل هیچ کس با صدای خشایار اعتمادی، اولین تجربه مریم حیدرزاده به عنوان ترانه سرا در یک آلبوم مجاز موسیقی بود که فروش فوق‌العاده‌ای به همراه داشت. مریم حیدرزاده آموختن نقاشی رو از تیر ماه سال 89 آغاز کرد و تا اسفند ماه همان سال حدود 140 قطعه آبرنگ کشید که بعداً با ممنوعیت کاریش این فعالیت‌ها بیشتر شد. اولین نمایشگاه ایشان به نام پس از آن همه حسرت در نگارخانه مینای تهران برپا شد. او میگوید مثل همه نقاشی میکشد، با این تفاوت که معمولاً یکی از خواهرانش برایش رنگ‌ها رو به ترتیب جلوی دستش میچیند. مریم حیدرزاده از سال 77 بود که همکاری خودش رو با خواننده‌های لس‌آنجلسی شروع کرد. داریوش اقبالی، هنگامه مهستی، کامران هومن، لیلا فروهر و تعداد دیگری از خوانندگان از جمله کسانی بودند که با او همکاری داشتند که باعث شد بیش از 8 سال ممنوع کار شود. او در این باره گفته: متاسفانه 8 سال ناعادلانه مرا حذف کردند. رشته دانشگاهی من حقوق قضایی بود و با وجود اصلاح همه در برابر قانون یکسان هستند، در آن دوره همه در برابر قانون یکسان نبودند و آن ایرادهایی که به من می‌گرفتند را می‌توانستند به خیلی های دیگر بگیرند. به من گفتند شما با خواننده‌های خارج از کشور کار کردید. خیلی ها با خواننده‌هایی که از نظر دوستان مطرود بودند کار کردند و اسامی‌شان در تیتراژ‌های سریال‌های ماه رمضان تلویزیون نوشته شد. اگر همه در برابر قانون یکسان هستند، باید آن اتفاقی که برای من افتاد برای دیگران هم می افتاد که متاسفانه اینطور نشد. مریم حیدرزاده در بهمن سال 93 با انتشار کتاب جدیدش به نام تو را در حضور همه دوست دارم یک بار دیگر به جمع شاعران مورد تایید قرار گرفت. مریم حیدرزاده به خاطر مشکلاتی که داشت مدتی هم به فکر مهاجرت بود. او در این باره گفته: سال 83 یک بار امتحان کردم و به کانادا رفتم، اما ماکسیموم طاقت من 1.5 ماه بود و بیشتر از اون نتونستم اونجا دووم بیارم. مشکلی هم با کسی نداشتم، رفتم ببینم میتونم اونجا زندگی کنم یا نه، که نتونستم. به گفته خودش تا حد مرگ طرفدار پرسپولیس است و تیم‌های رئال مادرید، منچستر و میلان تیم‌های مورد علاقه خارجیش میباشند. او در این باره گفته: من حتی وقتی یک خواننده زنگ میزند و میخواهد کارهای من را بخواند، اول میپرسم که پرسپولیسی هستید؟ اگر استقلالی باشن کاری با هم نداریم. او درباره بازگشت بیناییش گفته: من باید دو جراحی سنگین انجام بدم که علم پزشکی هنوز به قطعیتی در این عمل نرسیده، اما من و پزشکانی که با هم مکاتبه داریم نمیخواهیم بر اساس احتمالات کاری را انجام بدیم، بلکه تصمیم داریم کاری را انجام بدیم که به بهبود من بیانجامه. فعلا در حال رایزنی هستیم. اگر هم نتیجه نهایی این باشد که باید صبر کنم، حتما این کار را میکنم. من که این همه صبر کردم. او درباره روابطش گفته: من آدم ایدئالیستی هستم و دوست دارم یا با کسی که دلم میخواد ازدواج کنم یا با هیچ کس. ملاک من هم برای ازدواج اینه که طرف مقابلم هنرمند باشه. میتونم درباره طرف تمام شعرهایم تا اینجا آدرس بدم که واقعا شخصی هست که وجود خارجی داره و شامل عنصر تخیل در شعر نیست. قراره که یک روزی بگم که کیه، اما جذابیتش به اینه که اگه قرار شد بگیم هم با هم بگیم. در بین بازیگران سینمایی به خسرو شکیبایی خیلی علاقه داشتم که خیلی زود رفت و افسوس بزرگی بود. یک دستخط خوب در دفترچه خاطراتم از ایشون دارم. اما تمام سینما یک طرف و خانم لیلا حاتمی هم یک طرف. هر فیلمی که بازی کند باید نخستین نفری باشم که میبینم. از میان فیلم‌هایش در دنیای تو ساعت چنده رو دوست دارم. سالها قبل این افتخار رو داشتم که شاگرد انوشیروان روحانی باشم. همیشه از نواختن احساس بسیار خوبی داشتم، اما متاسفانه شاگرد بدی بودم و به شکل حرفه‌ای ادامه ندادم و فقط به خاطر دل خودم بود که حالا در تنهایی هم می‌نوازم. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت می‌کنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.